سلام به الیول بی سسایری خوش آمدید من دکتر حریری هستم و در این ویدیو برای فارسی آموزانمون داستان دیگه ای رو ترجمه کردم و از روش روخانی می کنم اسم داستان هست داستان پسر شکمو و ظرف فندوق برای آموزش زبان فارسی که در واقع به همراه ویدیو هستش برگرفته از داستان های ازوب هست و همچنین ساده نویسی شده است و در اون واژگان جدید رو میتونید یاد بگیرید نسخه انگلیسی اون وجود داره در وبسایتمون برای پرورش کودک دو زبانه و همچنین پرسش داره برای درک مطلب مترجم دکتر محمد حسین حریری است نسخه انگلیسیش هستش که در واقع The Boy and the Filberts by Aesop for ESL Students اینجا هم این نسخه انگلیسیش این شده که افرادی که بخوان در واقع کودک دو زبانه داشته باشن میتونن هم نسخه فارسیش رو بخونن به همراه ویدیو هم نسخه انگلیسیش خب از روی داستان روخانی میکنم متنش در وبسایت هست روزی روزگاری پسری بازی گوش و شکمو به نام نوید با مادرش در خانه زیبا زندگی می کردند. نوید علاقه زیادی به خوردن داشت و هر چیز خوردنی که پیدا می کرد می خورد. همطور که تو این تصویر عکس می بینید. صبح یک روز زیبا مادر نوید پیش از اینکه او از خواب بیدار شود به بازار رفت و یک ظرف پر از فندق خرید یا میتونید بگین یک ظرف پر از فندق خرید فندق یا هیزل نات یک نوع ناتس هست در واقع مادر ظرف فندق را در آشپزخانه گذاشت و به باغچه خانه رفت تا به گلها آب دهد اینطور که میبینید گلها رو آب بده و در همین هنگام نوید شکمو از خواب بیدار شد و مستقیم به آشپزخانه رفت تا چیزی بخورد چشمان نوید با دیدن ظرف پر از فندق از خوشخالی برق زد نوید خیلی زود به سمت ظرف فندق دوید و دست خود را وارد ظرف کرد تا هر چه میتواند فندق بردارد خوب شکمو بوده دیگه همونطور که میدونید نوید مشت خود را پر از فندق کرد ولی هر چه تلاش کرد تا دستش را از داخل ظرف بیرون بیاورد موفق نشد چون دهانه ظرف باریک بود و با آن همه فندوق در مشت نوید او دیگر نمی توانست مشت خود را از داخل ظرف بیرون بیاورد نوید شکمو زد زیر گریه چون نمی خواست فندوق ها را رها کند و نمی توانست مشت پر از فندوق خود را از دهانه ظرف بیرون بکشد با صدای گریه نوید مادرش بلا فاصله از باغچه به سمت آشپزخانه دوید و با آن صحنه عجیب روبرو شد یعنی منظره شگفتانگیز که دست نوید در داخل ظرف گیر کرده بود و گریه می کرد مادر نوید پسرش را نوازش کرد و به او گفت پسر عزیزم آخه چرا لقمه بزرگتر از دهانت برداشتی؟ اگه فندوق کمتری برداشته بودی به راحتی میتونستی دستت رو از داخل ظرف بیرون بکشی و دیگه دستت در داخل ظرف گیر نمی کرد. این نصیحت رو از من بشنو که هرس و تمه طمع زیاد یعنی زیاد خواستن حرس و طمع زیاد ممکنه خطرناک باشه و انسان رو به راه نادرست بکشونه خب این در واقع پیام اخلاقی این داستان بود حالا یک زربان وصل هم در این داستان وجود داره که میگه لغمه بزرگتر از دهان برداشتن که به چه معنی هست؟ معنی این ضرب المثل فارسی این است که کسی دچار حرص و طمع زیاد شود و به این دلیل در موقعیت خطرناک یا نامناسبی قرار بگیرد اگر لغمه ای که برمیداریم بیش از حد بزرگ باشد ممکن است نتوانیم آن را به طور کامل بجویم و قورت دهیم و در نتیجه نه تنها سیر نمیشویم بلکه ممکن است با مشکلاتی نیز روبرو شویم حالا واژگانی که در این داستان استفاده شده یک شکمو کسی که بیش از اندازه می خورد. دو علاقه دوست داشتن سه بازار جایی مانند فروشگاه برای خرید کردن چهار مستقیم یک راست در کوتاهترین فاصله ممکن. 5. مشت هنگامی که انگشت های دست جمع شوند تا چیزی را بگیرند. 6. دهانه ظرف جای وارد شدن به ظرف. در ظرف. 7. بلا فاصله خیلی زود. 8. صحنه عجیب منظره شگفت انگیز. نه. لغمه مقدار کمی از غذا ده نصیحت پند و اندرز یازده هرس و طمع و طمع یعنی بیش از اندازه خواستن حالا به پرسش های این درس می رسیم که فارسی آموزانمون می تونن در بخش کامنت گذاری و ارسال دیدگاه بنویسند و ما به آنها فیدبک یا بازخورد می دیم. پرسش یک شما از این داستان فارسی چه درسی می گیرید؟ دو معنی زربون مسئله لغمه بزرگ تر از دهان برداشتن را به زبان خود بنویسید سه چرا, چرا پسر شکموی قصه ما که نوید بود ناراحت بود و گریه می کرد؟ چهار مادر نوید به او چه نصیحتی کرد؟ خب حالا ببینید که تگ ها یا کیبورد ها و کلیدواژه های این درس چی هست خوردن داستان های ازوب ضرب المثل فارسی طمع غذا و نصیحت درزهای مشابه related lessons and posts داستان گاو نر و چرخ گاری داستان کلاق و کبوترها و همچنین مهمترین سوقات شهرهای ایران برای آموزش زبان فارسی که در این قسمت هم میتونید کامنتتون رو بنویسید خب امیدوارم که از این درس لذت برده باشید و براتون جالب بوده باشه میتونید به وبسایت ما با ادرس lb.net رجوع بکنید یعنی ریفر بکنید مراجعه بکنید و سایت ما رو ببینید و برای استفاده از خدمات آموزشی با ما در تماس باشید با سپاس از توجه شما و شب و روزتون خوش